سلام آقا جون. سلام بابا، تو زنده ای مسعود؟ من به این بچه ها میگم که مسعود زنده است، ولی باورشون نمیشه. حاج آقا ما رو با کی اشتباه گرفتین؟ با اجازه. بیشتر هم چیزی گفتم، شما به بزرگی خود ما رو ببخش که حاجی به موت قسم من همش دارم خواب نه حاجی خواب به موت قسم من تا هم خواب مسعود پسرتون رو میبینم مثلا. بابا بذار بکپیم دیگه برش کنیم صفر کیلومتر است.
باز چی شده؟ من امروز ملاقاتی داشتم، پس چرا نیومدن؟ ملاقاتی؟ دیگه همین شاکی من، پدر مقتول. آه، پیره مرده؟ آره. میگه یه سر اومده دم کلانتریه، بعد هم غیبه زده. آیا فوتبالیست فرماشی نیست؟ آه نه، همون دم شما گرم. اما این بار کاری که کردی تاوانش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. به فرض کسی دوست داشته باشه تو رو بشناسه، بعد بزنی بکشی؟ تو یه دقیقه طاقت نداری به اعصابت مسلط بشی که مثلا فرضش کاری؟ من کاری میکنم زبون تو حلقت گوله کنه تا خفش که آرزوی مرد بکنه. شما کجا گذاشتین رفتین آقای گرکانی؟ مگه قرار نبود بیستین تا من بیام؟ خیلی دنبالتون گشتم. اگه میموندم که کاری دست خودم میدادن، اون وقت منم الان تو زندان برای دل مهران بودم. بوده بوده هاشی که میکرد. به هر حال خیلی ببخشید. حالا باید چی کار کنیم؟ من نصف شب تهرانم، فردا صبح اول وقتم میافتم دنبال کارهای مهران. از بینم الان ساعت چنده؟ فردا شب همین موقع آزاده پسرت. من اینجوری نگاه نکن خانم سرنگ، به خاطر مهران چیزی بهش نگفتم. چی کار کنیم که دستمون زیر ساتور ایناست؟ کار داریم با اینا. حالا آقای گرکانی ببخشید، اما ازتون یه خواهشی دارم، به من بگین چی تو فکر شما میگذره؟ ببین خانم سرنگ، به هر حال مهران قتل کرده، نجاتش کار راحتی نیست، اما من نجاتش میدم. همینجا نگه داریم، من پیاده میشم. مگه ترمینال تشریف نمیبرید؟ چرا ولی نه آقا. یواش بابا، مگه نمیبینی راهنما زده؟ یه کاری برام پیش اومده. ببین خانم سارنگ، من اینجوری نگاه نکن، تو همین اصفهانش آدم دارم عکس میدم، جنازه تحویل میدم. بلای سر این پهلوان پنبه بیارن. همین بغلا نگه داریم، من پیاده میشم. بله. بفرمایید. به هر حال من تو همینجاشم خیلی ازتون ممنونم. من که حالا کاری نکردم. بشین از اینجا به بعدش تماشا کن. همین جوجه پهلوان اون روی منو میبینه، هم شما میفهمی گرکاریم کیه. من آزادی پسرمو میخوام، به هر قیمتی که شده. خیالت راحت باشه، لذت زیاد. به سلامت. من باهاتون در تماسم. حمیدم، حمید سماوات، خوشبختم. به به حمید خان، آقا ارادت داریم، مشتاق دیدار. ما که تا حالا فقط صدای خوشگل شما رو شنفتیم. شما لطفا نگره کنیم آقا گره کنیم، اما من میخوام شما حرف بزنم. البته خودم هم با دیگه کارهایی دارم، ولی اجالتا بهتره کسی از آشنایی من و شما خبر نداشته باشه. میفهمم، درکت میکنم. به هر حال پا همه مون تو این قضیه گیجه. ما که دلمون نمیخواست همچین اتفاق بیفته، ولی شد. حالا نگران نباش، نترس، من هستم. نه من نمیترسم، من فقط چهار قدم جلو تره دارم میدارم. باریکلا. حالا کجا میخوایی به ما شام بدی؟ ها؟ بشینیم سر شام مفصل در مورد شرف بزنیم. مگه شام نخوردن شما؟ نه. کجا دلتون میخواد بریم؟ آقا من شنیدم اصفهان بریونیای خیلی باحالی داره. ما رو ببر یه جا یه بریونی مشت بزنیم تو رگ. بریونی ها اصفهان خوب آقا گرکانی، ولی مالی زور هست. الان هم اگه بخورین سنگین میشین، راحت نمیتونین شب بخواب. میبرم بدون یه فرنی خوب بلم بدون میدم تا بعد. فرنی؟ آره خوب، فرنی. حالا برو. بله عمو جون، آقای گرکانی دیدمشون، الان هم خدمتشونم. به نظرم آدمی خیلی شریفی هن، میتونیم هم رو کمکشون حساب کنیم واقعا، چون اطلاعاتی زیادی از مهران زندگیش دارن، حتی ظاهرن یه سری عکسای ناجور هم ازش دارن. خب داداش چی کاره ای؟ افتاد توش. ببه آقای گرکانی،
این آقای سماواتی عمو منه. صحیح. ایشون از دومادشون مهران امید برید. صحیح. اما دخترش نه. چیکار میشد کرد؟ به همه کار. من هر کاری بخوام میتونم بکنم. اصولا ناممکن برای من ناممکنه. به 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 ببینم داداش، شما اینجا تجارت چی میکنی؟ کی؟ من یه حجاق سماواتی. پس شما ظاهرن یکی هستیم ولی دوتا کار میکنی. باری کلا باری کلا. ببین آقا یرکانی، اما من آدم محترمی، یه سری حرف رو نمیشه جلوی سه. صحیح. اما من میخوام خالصانه با شما حرف بزنم، بگم چی میخوام. بگو بگو. شما میتونی یه کاری کنی؟ من دلایلی داشته باشم که مهران نتونه بشه دومادی عمو من؟ من هر کاری بخوام میتونم بکنم. مثلا تو کار فوتبال گاهی وقتا مصلحت بر این قرار میگیره که یه تیم توی یه مسابقه 21 گل بخوره که با یه تلفن من 21 گلم میخوره. اینو گفتم که بفهمی من هر کاری بخوام میتونم بکنم. گرفتی چی میگم؟ میخوای مهران سارنگو بچزونی؟ باشه، حرفی نیست. دنیا دنیای معامله است. یکی میدی یکی میگیری. فقط یادت باشه یه بابایی یه سیلی ناحق به یکی زده که من میخوام 10 تا چک بخوره. اوکی؟ کی؟ حالا کی زده کی خورده رو بعدم بهت میگم. تو فقط بگو اوکی. الو؟ سلام عمو جون. من شما رتونه گرفتم اشغال بود. الان آقا گرکان اینجا هست. باشه صحبت بفرمایید. سلام عرض شد تاج آقا سماواتی. ارادتمند سهیل گرکانی، منیجر کل یوم فوتبالیست های تیم ملی، لژیونر غیر لژیونر. آقای گرکانی، من عرض خیلی زیادی خدمت شما داشتم ولی الان وقتش نیست. ای بابا، بساطش خودش خود به خود بازجور بشه، با برنامه اینا نمیشه. آقای گرکانی، میبخشین دو فکر نمی کنین که الان وقت و زمان خوبی برای شوخی کردن نیست؟ ایشی نبوده. ما با پدری مقتول یه صحبتی کرده بودیم که اگر میشه بتونه یه ملاقاتی با مهران توی زندان داشته باشه. ولی پیرمردی گم شد. گم نشده، خودش گم و گور کرده. من این جماعتو میشناسم. یارو کشتیگیره است برادرش. من به شما میگم چریگی به کفششی که خودشو پشت گونیای آرد قایم کرده. وگرنه کشتیگیر کجا میاد آسیابون بشه؟ قربونت برم. الو؟ آیه گرکانی؟ الو، من صدای شما رو ندارم. نپرسم چرا زاخسیان رو چون بزنی؟ زاخسیان کدوم آقا بزرگ؟ گفتن دم کلانتری گم شده، گفتم من خودم میرم میارمش. رفتم دم خونه و مسعود دیدم نبودی. گفتم لابد آوردتت اینجا. اما مسعود هر وقت ناراحت بود میمد اینجا. حالا باورت شد از تو یکی که مسعود زنده است؟ حالا آقا بزرگ، من باورم میشه. همون مسعود زنده است. همون مسعود همین جا هست. بعدش به خیر میگفت دوست دارم تو زاینده رود میمیرم. بیا بریم آقا بزرگ، بیا بریم. همه نگران بدم. بیا بریم. وگرنه روی زیر
شاهراه حق ملک منصور پیدا کردن آورده. خدایا صد کرو شکر. پسرتون پیدا شد. بله ماشاءالله برای خود شاهرخی مردی شده. بعدن میگم باهاتون تماس میگیرم. خداحافظ. آخه کجا شما؟ توی این حال اوضاع؟ منو دلم هزار راه رفت به جون فرهاد آقا. شما کجا بودی؟ سلام آقا جون. شاهرخ سلام بابایی. و کجا پیداش کردی آقا جونو؟ کناری آب. از کوه رنگ تا گاوخونی کنار آب شاهرخ. بابا داده ولش کن حالا شاهرخا. من امروز آقا کس کلونتری رفت گفتم لابد دارد برای حجی میرد برای امر خیر. امر خیر؟ برای تیتی؟ آره دیگه. میگه شما نمیدونی؟ نه حجی نگفته بهشون؟ تازگی ها دادا با خانواده قاتل یه هشت رو نشرایی داره. آخ شاهرخ جان زنم بیا بریم شام بکشم برای آقا جون ببینم. بیا شما چرا اینجا واسادین؟ خیلی هم زحمت کشیدین دستتونم درد نکنه. بفرمایین تو اتاق. بیا پسر بیا که چی بگم. بیا شاهرخ بیا پسرم بیا. فرهاد. بله بیا کارت دارم. چیکار کنه یاده چرا هول میده؟ دریوری ها چی بود جلوی این بچه گفتی؟ دریوری ها کدومه؟ من آقام دیدم که با شما با اون خانمه داشته اختلاطو کردی. مگه دروغ میگن؟ خیلی حواست جمع زغالی. خب چیکار کنم داده من که نمیتونم تو شما هم بذارم که مادر این پیسره با یه یارو ترسته اومده بودم پیش من. یه سیبی خوابوندم تو بناگوشش که تا عم دارد حرف مفت نزنه. فرهاد یه سیلی هم میخوابونم تو گوشه تو که تا یه ماه اسمتو گم کنی. آی قلدم فرهاد آقا حتمه چی شدست؟ چی تو شدست؟ به جونی شاهرخی ها اگر دست رو فرهاد آقا بلند کنی میرم تو کوچه وانیسم آی گیزامو دونه به دونه میکنم. برو زن دادا برو ما داریم حرفی مردونه میزنیم. برو ببین فرهاد من زری دست راز غلوم علی جوکار نیستم که هر وقت بخوای مثل لوتی انتری بازیشون بدی. من بهزادی مسیبم که همه الان بخوای به اسمش پول قرض کنی همه غریبه ها طلا وارد میکنن. حواست تو جاست؟ یکی به داد برسه آبرومون رفت ای خدا. شلوغش میکنی همه در همه خبردار شدن با داریم اختفاق میکنی ای خدا. میدونی سی استادا؟ میخوای اصلی مطلب رو بهت بگم؟ من فکر بکنم شما یه جورایی رفته رو کپ اونو. رو کپ کیا؟ یعنی خب یه جورایی گلوت پیشی این فامیلی حدی سماواتی گیر کرد. چرا حرفی مفت میزنی؟ چرا همه به قد خودت اندازه میگیری؟ خب دادا حالا اگه گیرم کرده باشه چه اشکالی نداره که خودت صاحب اختیاری. فقط من میگم سری خونی مسعودی بدبخت معامله نکن. ها؟ مسعودی داداشی مام بود است دیگه. هممون دوستش داشته. اگه نمیخوای معامله کنی خب باید همه رو در نظر بگیری دیگه. ها؟ بی جا میگم بگو بی جا میگو. اتفاقا اونا همه رو در نظر گرفتن که رقم به این گندگی رو پیشنهاد کردن. پیشنهاد کردن؟ چقدر؟ جوری فرمایید چقدر؟ سه برابری دیگه. خوبه از سه برابری خونی مسعودی. فرهاد آقا سه برابری دیگه. چقدر حجی؟ سه برابری خونی مسعود. تو بودی که مثل کلاغ جاره کمه رو خبر کردی؟ بچه؟ آقا جون
شنافتین حجیز چی میگو؟ گفت ما خانم سبه رو بری دیگره بدن، فکر کنم یه چیزی بود 300 میلیون میشه. ببخشید طوری شده؟ یه خلوتی خونوادگی بود مشغول اومدی. حساب کنید ببینید داداشتون چقدر میارزید. اینا پول خونه به چشون دارن میدن. مسعودو بگید چقدر میارزید. اون وقت فردا یکی بره خبر بده. کار خودم است. جواهر قلم کاغذ رو برده دیگه؟ بله جواهر بیا بگید. مسعودی تو اینجا؟ شنیدی چی میگفتن؟ بابا بفرمین حاجب دستی شما درد نکنه. مشکی جوانه دو راستی دیروز حج کنم اسمونه خدا زنگ زدن احوال پرسی کردن، فهمیده بودن یه خبری شده، پرسیدن میترا چشه، منم چیزی نگفتم، اما این کار خودش خبر داشت. حاج آقا فضولی نباشه دا، شما یک کمکی به اینا بکنی. این بچه همینطور داره مثل شمع میسوزه تا آب میشه، همینجوری دست رو دست نذاری. تو دیگه چرا سلیمه؟ من دست رو دست گذاشتم؟ بله بابا، اگه میخواستین یه کاری بکنی اون وقت که پروندش زیر دست پسرمه بود باید یه کاری میکردی، الان که دارن میبرندش زندان. سلام از منه میترا خانم. سلام بابا، ببخشی. علیکی سلام. سلیمه شما بفرمایید به کارتون برسید. رو چشم. بیا بابا بیا یه چیزی بخور زرد شده، این قدم خودتو عذاب نده. هیچی از گلون پایین نمیرد بابا. به زورم که شده یه چند لقمه‌ای باید بخوری، میخوام ببرمت یه جای خوبی. کجا؟ بالاخره نمیگون کجا قرار است بریم بابا؟ دختری من بچه گیات یادت میاد؟ همش میگفتی منو ببر درشک سواری اسبا رو ببینم، یادت هست؟ درشک سواری؟ این وقتی صبح؟ بچه ها یادت تو داداشی تو این میلون میدویدی؟ منو مامانت کیف میکردی یادش بخیر. میترا باور کن من نمیخوام کمترین صدمه ای به مهران، ولی چه کنم که افکار عمومی اصفهان بر علیه این پسر، زبردستترین وکلام حاضر نیستن به کالتش قبول بکنن. با هزار بدبختی و مکافات تونستم یه جوون جنوبی رو راضی بکنم که وکالت مهران رو قبول بکنم، اونم به خاطر اینکه این جوون عاشق فوتباله. ظرف دو سه روز آینده هم دادگاهش رو برگزار میکنه. از طرفی خانواده مقتول به خصوص پدر پیرش خیلی از دست مهران رنجیدن، کار خیلی دشوار. میترا میتونم با صراحت لهجه باهات صحبت بکنم؟ میترا بفرما، شما که همیشه سری حرف میزنی. اگه مهران دامادی من نبود من خیلی راحت تر میتونستم ازش حمایت رو کنم. ببخشیم بابا متوجه نمیشم، یعنی چی؟ اگه مهران قبول بکنه که قرار ازدواجشو با تو فسخ بکنه. چی؟ فسخ کنه؟ فسخ کنه یعنی چی بابا؟ مگه ما خونه خریدیم یا مغازه با کردیم؟ ما عقد کردیم بابا، یادتون رفته؟ سرکون میترا حرفی من هنوز تموم نشد، تو حرف من نگم. من میدونم که شما عقد کردی مهران ولی هنوز ازدواج نکردی، در صورتی من میتونم کمکش بکنم.
که از ازدواج با تو صرف نظر بکنه. همین دلایلش هم برام روشنه. آبرو، نمیخوام مردم پشت سرم بگن که داماد سماواتی یه قاتله، میفهمی؟ یه قاتل. بابا شما که با ازدواج ما موافق بودی، مگه خود شما نبودین که میگفتین میران یه عجوبه است و فوتبال همیشه بهش افتخار میکنی؟ حالا چطور شده؟ حالا گذشته ها رو ول کن میترا، من میخوام شما رو نجات بدم، خونوادمو، اگه هم بتونم یه گناهکارو از مجازات مرگ، به شرط اینکه که دیگه اسم مهرانو نیارم ها؟ بله، در عوض اون کسی که میگی دوستش میداری زنده میمونه، این معامله بدینی؟ آخه شما بین چی و چی دارین منو وادار به انتخاب میکنین؟ ببین دختری من، نازنین من، من نمیخوام دست دخترمون تو دست کسی بذارم که دستش به خون آلوده است. من به فکر بچه های شما هم هستم. من آبرومو از گذشته به دست آوردم و میخوام برم با آینده ها. من میخوام سماواتی بمونم، میفهمی؟ کشتن گناه کوچیکی نی؟ تو چطور میتونی در کنار یه قاتل از زندگیت لذت ببری؟ نمیفهمم از آقا وایسا، این دروش که سواره داره حال منو به هم میزند. آقا وایسا بابا دستتون درد نکنه، شما یکی از قشنگ‌ترین خاطرات بچگی منو خراب کردی. دستتون درد نکنه. چیزی شده؟ سلیمه؟ سلام حاج آقا. غروبم مرگ رو دوشم طلوع